این نهمین بخش از گفتارهایم درباره برخی جنبه‌های تاریخ و فرهنگ ایران است. در برنامه پیش تا به اینجا رسیدم که پدر شاه اسماعیل یکم حیدر وقتی که اسماعیل کودکی شیرخواره بود در یکی از کارزارهای جنگی که حمله به اصطلاح کافران قفقاز برای چپاول آنان بود کشته شد. جنید پدر حیدر هم در چنین رویدادی کشته شده بود. اسماعیل کودک به همراه مادر و دو برادرش به مدت 4.5 سال در استخر فارس زندانی بودند. پس از رویدادهای سیاسی آزاد شدند و به لاهیجان پناه بردند. آموزه‌های شیعه اسماعیل از لاهیجان آغاز شدند و لاهیجان در ایجاد تعصب مذهبی در اسماعیل و انباشتن مغزش از خرافات دینی و تاریک‌اندیشی مؤثرترین نقش را داشت. اسماعیل 14 ساله بود که در سال 880 خورشیدی 1501 میلادی به کمک قزلباشان تبریز را گرفت و خود را شاهنشاه ایران اعلام کرد. این جوانک 14 ساله فرمانی صادر کرد که پیامدهای منفی بسیار برای آینده ایران داشت و آن قرار دادن شیعه 12 امامی به عنوان مذهب رسمی کشور ایران بود. گفتم که در آن زمان در حدود 70% ایرانیان سنی بودند و شیعیان 12 امامی خود بخش کوچکی از فرقه های شیعی را تشکیل می دادن. از این رو شاه اسماعیل این مذهب را به زور شمشیر و ستمگری و آدمکشی بر ایرانیان تحمیل کرد. نمونه هایی از بیرحمی و ددمنشی و تاریک‌اندیشی او آوردم. شاه اسماعیل صفوی در مقام مرشد کامل صوفیان قزلباش برای دادن تقدس بیشتر به خود و خاندانش و استحکام ایدئولوژی شیعه که به مردم تحمیل کرده بود خود را از خانواده پیامبر اسلام قلمداد کرد، حالان که این دروغی بیش نبود، زیرا نیاکان او چنان که پژوهشگران تاریخ نشان دادند ایرانی کرد سنی بودند که در آذربایجان سکنا گزیده بودند. کهن‌ترین اثر درباره دودمان صفوی و در ضمن تنها نوشته در این باره که به پیش از به قدرت رسیدن شاه اسماعیل باز می‌گردد کتابی است به نام صفت و صفا نوشته ابن بزاز اردبیلی که خود از مریدان شیخ صدرالدین پسر شیخ صفی الدین اردبیلی بوده و تنها 24 سال پس از مرگ شیخ صفی الدین نوشته شده است. بنابراین اثر شیخ صفی الدین که در حدود 200 سال پیش از شاه اسماعیل میزیسته از نوادگان نجیبزادهی کرد بوده به نام فیروز شاه زرین کلاه که به احتمال در سده 11 میلادی 7 نسل پیش از شیخ صفی به آذربایجان مهاجرت کرده است. مذهب او سنی شافعی بوده است. شیخ صفی پس از اقامتی چند ساله در شیراز به گیلان رفت و از مریدان شیخ زاهد گیلانی شد. در حدود 25 سال در خدمت شیخ زاهد به سر برد، دختر او را به زنی گرفت و پس از مرگ شیخ زاهد جانشین او شد. شیخ زاهد رهبر طریقت زاهدیان برخلاف دیگر رهبران فرقه های صوفی راه پشمینه پوشی، تنگ دستی، دوری از جامعه و گوشه‌نشینی را دنبال نمی کرد. دارای توان اقتصادی بود و در دربار ایلخانان به ویژه قازان خان نفوذ داشت. به نظر می رسد که شیخ صفی افزون بر انگیزه معنوی به دارایی و نفوذ سیاسی شیخ زاهد توجه داشته و از آن برای پیش بردن هدفهایش استفاده کرده است. چیزی که عجیب می نماید این است که پس از مرگ شیخ زاهد خاندان او تصمیم به قتل شیخ صفی گرفتند ولی موفق نشدند. این نکته نشان می‌دهد که انگیزه های اختلاف میان بازماندگان شیخ زاهد و شیخ صفی تنها در وراثت معنوی نبوده، بلکه دلبستگی شیخ صفی به موضوعهای مادی و این جهانی مانند پول و دارایی در این ماجرا سهم مهم داشته است.
شیخ صفی پس از بازگشت به اردبیل فرقه زاهدیان را کنار گذاشت و فرقه خود را راه انداخت. به گسترش مالی خود پرداخت، چنان که هنگام مرگ ملکهایش به بیش از 20 روستا می رسید. بدعت دیگری که شیخ صفی گذاشت این بود که مقام رهبری را در فرقه خود ارسی کرد، حالان که در فرقه های دیگر شیخ هر کس را که می‌خواست به جانشینی برمی‌گزید. به هر حال نیاکان شاه اسماعیل همه پیرو مذهب سنی بودند، حتی شیخ جنید و شیخ حیدر پدر بزرگ و پدر اسماعیل. چنان که گفتم شیخ جنید بود که فرقه صفوی را به سازمانی نظامی برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و رسیدن به سلطنت تبدیل کرد. چنان که نوشتند جنید به تناسخ یعنی انتقال روح پس از مرگ به انسان، جانور یا چیزی دیگر اعتقاد داشت. چون این باوری ممکن است بازمانده جنبش خرمدینان آذربایجان بوده باشد. جنید همچنین برای رهبر فرقه صفتهای خدایی قائل شد. پس از کشته شدن جنید پیروانش او را خدا نامیدند و پسرش حیدر را فرزند خدا. شاه اسماعیل که مغزش از خرافات مذهبی آکنده بود برای خود تبارنامه دروغین ساخت و نسب جعلی خود را به امام موسی کاظم امام هفتم شیعیان رساند. دستور داد در نوشته های ابن بزاز دست ببرند تا بر تبار کردی و سنی مذهبی پدران خود سرپوش بگذارد. جانشین او شاه طهماسب یکم هم به میر ابوالفتح حسینی فرمان داد که یک بار دیگر در کتاب صفت الصفا بازنگری کند. گفتم که پیروان شیعه 12 امامی در ایران بسیار کم شمار بودند، چنان که در میان آنان مجتهد یا فقیه سرشناس یافته نمی شد. اصلا فقه شیعه 12 امامی ساخته نشده بود. از این رو شاه اسماعیل از خارج از ایران فقیهان شیعه عرب وارد کرد، از جبل عامل در جنوب لبنان که از مرکزهای عمده شیعه‌گری به شمار می رفت تا ایدئولوژی شیعه 12 امامی را بسازند و آن را از مذهب یک فرقه کوچک به دین رسمی کشور ایران تبدیل کنند. این مجتهدان نمی توانستند در دربار و دیوان عثمانی که سنی بودند کار و شغلی بیابند، چون فقاهت شیعهشان خریدار نداشت. حتی در لبنان برای اجرای حکم‌های فقهی شیعه آزادی نداشتند. شاه اسماعیل و جانشینانش ده‌ها مجتهد لبنانی به ایران وارد کردند. بزرگترین و تأثیرگذارترین آنان شیخ عبدالعلی کرکی بود که ایدئولوگ رسمی شاه اسماعیل به شمار می‌رود. او بود که شیعه صفوی را اختراع کرد و کارخانه خرافات، حدیث‌سازی، روزخانی و سینه‌زنی را راه انداخت. رسم لعنتگویی و دشنام به خلیفه‌های راشدین را برقرار کرد. نوادگان او در سراسر دوران صفوی جایگاه‌های مهمی در دربار داشتند. این فقیهان وارداتی عرب در آغاز به کمک قزلباشان دبیران و اشراف ایرانی را از ساختار سیاسی کنار گذاشتند. رفته رفته ثروت اندوختند، از مالکان و زمینداران بزرگ شدند و به کمک شاهان صفوی که به تبلیغات ایدئولوژیک آنان نیاز داشتند اقتدار اجتماعی یافتند و در توده مردم نفوذ کردند. ایدئولوژی شیعه 12 امامی که شاه اسماعیل با زور و خونریزی به ایرانیان تحمیل کرد هیچ چیز ایرانی نداشت. به طور کلی شیعه گری که ده‌ها فرقه گوناگون دارد و همه آنها 12 امامی نیستند در اصل جریان دینی سیاسی کاملا عربی بود که در سده یکم هجری توسط قبیله های یمنی تبار ساکن کوفه ساخته شد. همچنین ریشه های باور به غیبت و ظهور آخر زمانی که به شکل تحول یافتش در سده چهارم هجری درباره امام 12 مطرح شد را مسلمانانی که از مسیحیت به شیعه‌گری گرویده بودند وارد باورهای شیعی کردند. شباهت بسیار مراسم عزاداری دسته های شیعیان و پروسسیون مسیحیان کاتولیک یکی از دلیل های این رابطه است. ربط شیعه‌گری به ویژه شیعه‌گری 12 امامی به باورهای باستانی ایرانیان خیال بافی است.
پایه استوار تاریخی ندارد و برای کلاه گذاشتن بر سر ایرانیان و فریب آنان ساخته شده است. آن را کسانی از قماش ملی مذهبی ها اختراع کردند. چنان که دیدیم فقه شیعه 12 امامی را عرب‌های لبنانی تدوین کردند که دلبستگی و تعلقی به تاریخ و ارزش‌های فرهنگی ایرانیان نداشتند. از این روز که آخوندها کمترین علاقه‌ای به ایران و فرهنگ آن ندارند. آخوندها بارها تأکید کردند که شیعه 12 امامی کاملاً عربی است و ربطی به فرهنگ ایران ندارد. ایرانیان آن را از روی عشق به خاندان پیغمبر برگزیدند. البته عشق در اینجا به معنای شمشیر خونریز صفویان و جنایت‌های آنان بر ضد ایرانیان است. خشونت و بیرحمی‌هایی که شاه اسماعیل و جانشینانش در زور چپان کردن شیعه 12 امامی به ایرانیان به کار بردند، فزون بر خون‌های فراوانی که ریخت و خانواده‌ها که برباد داد، فقر فرهنگی ژرف به بار آورد، خردگرایی را لگدمال کرد و برخلاف گذشته همزیستی ایرانیان بود که باورهای گوناگون داشتند. از سوی دیگر ایران را با دشواری‌های سیاسی بزرگی روبرو کرد که مهمترین آنها درگیری از نوع جنگ‌های مذهبی با امپراتوری عثمانی بود. شاه اسماعیل و پسرش شاه طهماسب آنقدر در تحمیل شیعه‌گری ستم ورزیدند و مریدان آنان آنقدر در آناتولی شهرها را سوزاندند و مخالفان را کشتند که خشم سلطان‌های عثمانی را برانگیختند. کار به جایی رسید که سلطان سلیم یکم که خود نیز در تعصب و سختگیری و خونریزی دست کمی از شاه اسماعیل نداشت، به تلافی خونهایی که شیعیان در ترکیه ریخته بودند، نخست چند هزار تن از شیعیان را به دم تیغ سپرد و چند هزار زن را پستان برید. سپس در 31 مرداد 893 خورشیدی 23 اوت 1514 میلادی از راه ارمنستان به ایران لشکر کشید و در دشت چالدران 20 فرسنگی تبریز با شاه اسماعیل روبرو شد. با اینکه اسماعیل جنگ سختی کرد و دلاوری‌های بسیار نشان داد، از آنجا که سپاه عثمانی مجهز به توپ و تفنگ بود و لشکریان ایران جنگ افزار آتشین نداشت، شکست خورد. سلطان سلیم تبریز را گرفت، ولی مردم تبریز با او جنگیدند و او چند روزی بیشتر در آنجا نماند. سلطان سلیم به دنبال این پیروزی قلعه کماخ و دیار بکر را گرفت. این بخش از کردستان ایران که آمد نام داشت و عثمانیان دیار بکر می نامیدند، با شکست شاه اسماعیل دیگر به ایران باز نگشت. در جنگ چالدران دو تن از زنان شاه اسماعیل و همه حرمسرایش اسیر عثمانیان شدند. به دنبال این شکست شاه اسماعیل اعتماد به نفس خود را از دست داد، به بادگساری و گوشه‌گیری روی آورد. افسانه شکست ناپذیریش بی اعتبار شد و وچه‌اش نزد قزلباشان فرو افتاد. شاه اسماعیل خواستار یگانگی با شاهان نیرومند اروپا بر ضد عثمانی شد. چون از بزرگی و توانایی کارل پنجم امپراتور هابسبورگ آگاه بود، نامه‌ای به همراه فرستادی شاه مجارستان بر روی فرستاد که بین 13 اوت و 11 سپتامبر 1523 نوشته شده و به لاتین است. شاه اسماعیل در این نامه میگوید چیزی که باعث شگفتی اوست این است که کشورهای مسیحی به جای همبستگی بر ضد ترکان عثمانی، وقت خود را صرف اختلاف و جنگ با یکدیگر میکنند. پاسخ کارل پنجم دو سال بعد در 31 شهریور 904 خورشیدی 4 سپتامبر 1525 میلادی نوشته شده و این گونه آغاز می شود: به شهریار والا تبار و توانا شاه اسماعیل صفوی، شاهنشاه ایران، برادر و بهترین دوست ما. این نامه یک سال پس از مرگ شاه اسماعیل به دربار صفوی رسید. شاه اسماعیل در سن 38 سالگی بر اثر بیماری حصبه در نزدیکی سراب در آذربایجان درگذشته بود. شاه اسماعیل با همه ضعف‌ها و تصمیم‌های خوشمغزانه و نسنجیده‌اش که پیامدهای تاریخی بسیار ناگواری برای ایران داشت و هنوز هم ایرانیان از باطلاق آن رها نشدند، خود را ایرانی می‌دانست و ایران دوست بود. برای فرزندانش نام‌های ایرانی برگزید. از آن میان طهماسب، سام، بهرام، پریجان، فرنگیس، مهین. این نام‌ها تصادفی و بی‌هدف نبودند.
به عنوان میراثی برای پسرش طهماسب و دلبند کردن او به تاریخ و حماسه های ایران دستور تهیه شاهنامه مصوری را برای او داد. این شاهنامه که یکی از زیباترین شاهنامه های تاریخی است و به شاهنامه طهماسبی شهرت دارد، دو سال پیش از درگذشت شاه اسماعیل در تبریز آغاز شد و در زمان شاه طهماسب به پایان رسید. از سوی دیگر در سراسر تاریخ ایران پس از فردوسی، شاهان با دلبستگی نشان دادن به شاهنامه می‌خواستند توجه و احترام خود را به هویت ملی و همبستگی ایرانیان و زبان فارسی ابراز دارند. در زمان شاه اسماعیل منظومه‌هایی به سبک شاهنامه فردوسی در ستایش او نوشته شدند. از آن میان شاهنامه قاسمی، شاهنامه هاتفی و رزمنامه شاه اسماعیل را نام می‌برم. پس از شاه اسماعیل این رسم شاهنامه نویسی دنبال شد. شاه اسماعیل به آینده ایران می اندیشید. بنابر احسن التواریخ نوشته حسین بکر روملو از تاریخ نویسان دربار صفوی، شاه در فرمانی می گوید ما امیر نجم ثانی را تربیت فرمودیم که هرگاه روزی شود که ما در میان نباشیم، خاطر از ایران و فرزندان و ملازمان جمع بوده باشد. خود را شاهنشاه کشوری به نام ایران می دانست. می گوید سپه سالاری ایران را با بیگلر بیگی دیار بک تا خوی و سلماس به شما دادیم. نویسنده احسن التواریخ دربارهش می گوید فروزنده تاج و تخت کیان، فرازنده اختر کاویان. اسکندر بیگ منشی، تاریخ نویس و منشی شاه عباس، مؤلف عالم‌آرای عباسی نیز شاه اسماعیل را چنین توصیف می‌کند: خسرو عهد، کیقوباد زمان، فریدون فر، همایون اثر، خسرو ایران، دارای رایت کاووس، کیاست هوشنگ فراست، منوچهر نژاد. مرگ شاه اسماعیل به دشمنی میان دو کشور همسایه ایران و عثمانی پایان نداد. وقت امروز ما به پایان رسید. این گفتار را در هفته آینده دنبال خواهم کرد. این یک ضرب المثل ایرانی است و ترجمهش یا ورسیون خارجیش هم تو بعضی از زبان‌های خارجی هست که شانس در هر خونه رو یک بار میزنه. اگر شما در رو به روش باز نکردید، از جلوی درتون میره. به نظر من این گفته و این حرف خیلی بی پایه نیست. همه آدم ها وقتی که به گذشته خودشون فکر میکنن، در خاطرشون متوجه میشن که در یک لحظه ای و در یک روزی در زندگی خودشون اگر تصمیم درستی میگرفتن که تعبیر میشود به شانس اونها، قطعا اوضاعشون خیلی خیلی بهتر میشد، موفق میشدن، زندگی پیدا میکردن و میتونستن که بسیار بسیار روزگاران شیرینی بگذرونن. من البته خودم اهل قمار نیستم مطلقا، ولی با دوستانم اغلب به این کازینوها میرم. یک بار در حضور خود من یکی از دوستانم 1,000,000 فرانک برد و با وجود اینکه ما دوستان هممون تلاش کردیم که دیگه بازی نکنه، ولی ایشون ادامه داد و باخت، تمام پولشو باخت. البته این آدم اگر که الان به گذشته خودش فکر بکنه، احتمال دارد اون یک روزی رو که 1,000,000 برده بود جزو کوبیدن در خونش از طریق شانس باشد که به نتیجه نرسیده است. ما در این ضرب المثل بیشتر دنبال فرد هستیم، ولی من معتقد هستم که حتی جامعه هم همینطوره و خوشبختانه به جای خاطره شخصی ما تاریخ رو داریم که نشون میده که جوامع مختلف همشون در یک لحظه تاریخی امکان بزرگی داشتند برای پیشرفت و برای مثلا پولدار بودن، فتح یک ماجرا،
خلقت و خلق کردن یک ملت مرفه که متاسفانه انجام ندادند. اگر که بخواهیم یکی از نمونه های این موضوع رو اسم ببریم، به نظر من برگزیده شدن دکتر بختیار به عنوان نخست وزیر ایران یکی از اون لحظات تاریخی بود. متاسفانه این کوبیدن در شانس بر جامعه ایرانی مصادف شد با یک بیماری کل جامعه ایران که نظیرش در علوم طبیعی هم هست و میگویند که یک نوعی از ماهی ها در خلیج مکزیک هر چند وقت یک بار تصمیم به خودکشی دست جمعی میگیرند و به همین دلیل خودشون رو به خشکی پرتاب میکنند و همشون میمیرند. وقتی که شانس بر در جامعه ایران کوبید و آدمی در حد دکتر بختیار، فهیم، شجاع و تنپرست، کار تمشیت مملکت رو به عهده گرفت، مصادف شد با مبتلا شدن ملت ایران به همین بیماری و ملت ایران نه تنها در رو به روی شانسی که از نظر تاریخی بهش روی داده بود بست، بلکه سراغ کسی رفت که نه تنها مبتکر بلکه فاعل تمام بدبختی هایی است که اکنون جامعه ایران تحمل میکنه. علت این که من اشاره میکنم به دکتر بختیار این هستش که 41 سال پیش درست در همچین زمانی دکتر بختیار بعد از تردیدهای فراوانی که شاه به کار برد موافقت کرد که دکتر بختیار، کسی که همه عمر با همه فرهنگ سیاسی که داشت، با همه شجاعتی که داشت، با همه گذشته و سابقهی که داشت و با کمه پاکی که داشت، وقتی به سر کار اومد مواجه شد با پس زدن کل جامعه. نمیدونم که جامعه ایران در اون لحظه چی فکر میکرد، چرا این کار رو کرد؟ البته سوالی است که میشه بهش جواب داد، میشه به روی جوابی که پیدا میکنه مقاومت کرد، میشه دنبال دلیل‌های دیگر گشت، ولی دلیل اصلی شیفتگی عجیبی بود که ملت ایران پیدا کرد نسبت یک اعمال رادیکالی که از یک گروهی سر می‌زد. البته اصولا نه تنها در ایران، در تمام دنیا مردم یک شیفتگی نسبت اعمال رادیکال دارند، این رو باید قبول کرد. در ایران هم همینطور بود، ولی امکان و فرصت حاصل شد که در یک پریود بسیار کوتاه دکتر بختیار ظرفیت خودش رو برای اداره مملکت به خوبی نشون بده. کارهایی کرد در عرض 37 روز که دولت‌های دیگر قبل و بعد حتی در طی سالیان دراز نمی‌کردند. از اون مهمتر دکتر بختیار درباره اعمالش نباید فقط قضاوت کرد. قضاوت اصلی در مورد دکتر بختیار این هست که مفهوم تازه‌ای به دولت داد. حکومتی که به وجود میاد و متاسفانه در طول سالهای دراز حتی قرنهای دراز
اعتماد مردم از حکومت سلب شده بود و هیچ کس علاقه به حکومت نداشت و حتی در سالهای آخر همین ایران با وجود اینکه حکومت به هر حال در حدی که میتوانست برای مردم کار میکرد، یکی از علائم و نشانه های روشنفکری این بود که با دولت و با حکومت مخالفت کنند. در دوره بختیار اگر که اون عده متمتع از انقلاب و از اون شیفتگان حرکات رادیکالی رو کنار بگذاریم که متاسفانه فرمان رانندگی جامعه را به عهده داشتند، کل مردم بار دیگر اعتماد به حکومت رو پیدا کردند. من خودم از بسیاری از آدم ها شنیدم که این موضوع یک موضوع استثنایی است. در میان این افراد اشاره میکنم به آقای پل بالتا، نویسنده معروف روزنامه لوموند که متاسفانه مدتی است که بازنشسته شده و واقعا اطلاع ندارم که آیا زنده هست هنوز یا نه. به خود من گفت در طول این سالیان دراز که شما انتظار به یک ناجی داشتید، چطور و به چه شکل این مرد بزرگ رو پنهان کرده بودید که کسی به یاد او نمیافتاد؟ واقعیت داشت. دکتر بختیار یک فرهنگ سیاسی عالی داشت، به یک ایل تعلق داشت که نامش حتی در شاهنامه آمده، یعنی لااقل 1000 سال سابقه داره و در طول تاریخ از جمله در ماجرای مشروطیت تمایل خودش رو برای ترقی نشون داده بود. دکتر بختیار در پرونده خودش حتی جنگ با نازی‌ها رو هم در اروپا داشت. وقتی که دیگران شیفته هیتلر شده بودند و می‌پرستیدن حتی در خود همین ایران، او در فرانسه به نهضت مقاومت ملی پیوسته بود. تمام اینها نکات درخشانی است که میتونه یک پرونده درخشان برای یک رهبر سیاسی ایجاد بکنه. ولی گاهی جامعه هم دچار کوری میشه، گاهی جامعه هم فراموش میکنه که آیندهش یعنی چی، فراموش میکنه که به هر حال یک روزی باید یک تحول ایجاد بشه. این تحول به هر دلیلی شروع شده، مردی سر کار اومده است که سابقش کوچکترین لکه سیاه که سهله، حتی لکه خاکستری وجود نداره، هر جا بوده است با پاکی زندگی کرده، با سیاست، با شعور، با فرهنگ، و الان وقتش هستش که فرصت داده بشه به این ملت، به این آدم، به این انسان که تمام تجربیات گذاشتهش، حس عاطفیش نسبت به وطن، حس عاطفیش رو نسبت به ملت یه جوری نشون بده و این ملت رو که پشت به تمام حکومت ها میکرد به عنوان نمایش روشنفکری خودش با حکومت آشنا کنه، همه با هم ایران رو به پیش ببرن. اشتباه کردن، اشتباه کردن، ندیدند، حدس نزدند آینده چه خواهد بود و حاصل همین نگوشودن در به روی شانسی که به جامعه ایران رسیده بود، همین 40 سال بدبختی و بیچارگی است که بر ایران مستولی شده است. دولت آمریکا تصمیم گرفته است قوای نظامی خود را از سوریه فرا بخواند. علت آن را رئیس جمهوری آمریکا
بیرون راندن داعش و شکست آن اعلام کرده است که ما نیز زمانی مشابه آن را در ایران داشتیم به نام فدایان اسلام به رهبری سید مجتبی نواب صفوی. بی مناسبت نیست که درباره فدایان اسلام و رهبرشان خاطره ای از زبان یک شخصیت سیاسی بشنویم. دکتر سید مهدی پیراسته که مدارج اداری و سیاسی را از قوه قضایی آغاز کرده و سپس به وکالت و وزارت و سفارت رسیده بود، در سالهای آخر زندگی زمانی که در خارج از کشور میزیست خاطراتش را نوشت و انتشار داد. در این خاطرات بسیاری روایات خواندنی و شنیدنی وجود دارد. از آن جمله است چگونگی دعوتش به دیدار نواب صفوی رهبر فدایان اسلام. می نویسد در دوره 18 مجلس شورای ملی شاه و دولتش تصمیم گرفتند نمایندگانی که در دوره 17 بنا به تمایل دکتر مصدق استعفا داده بودند به مجلس راه پیدا نکنند. یکی از این گروه حاج آقا رضا رفیع بود. یک روز حاج آقا رضا از من خواست پیامش را بدین شهر به شاه برسانم. تو در دوره مصدق ترسیدی و در رفتی، منم ترسیدم و از نمایندگی استعفا دادم. حالا تو یقه مرا چسبیده ای که چرا ترسیدم؟ اگر ترسیدن بد است تو خودت چرا فرار کردی؟ البته پیامش جالب بود، ولی من به مصلحت خود ندیدم که وارد این ماجرا شوم. از بس اصرار کرد به او گفتم استخاره کردم بد آمد. هرچی اصرار کرد گفتم استخاره که دروغ نمی شود. یک بار دیگر هم توسل به استخاره به کمکم آمد. فدایان اسلام به رهبری مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی مدتی یک کتاز میدان سیاست و به عبارتی آلت مؤثر در این زمینه بودند. فدایان اسلام رزمارا را ترور کردند و در آن فضای وحشت و ارعاب دکتر مصدق به نخست وزیری رسید. فدایان اسلام دولت مصدق را مخلوق خودشان می دانستند و توقعات زیادی از مصدق داشتند. اما مصدق حقا میدانی به آنها نمی داد. در مقام تهدید به مرگش برآمدند، ولی دسترسی به مصدق تقریبا محال بود، زیرا او هیچ وقت از اتاق خوابش بیرون نمی آمد، منزلش هم به وسیله دژبانی مانند یک دژ نظامی حفظ می شد. هنگام تحسن اقلیت در دوره 16 که برخی از روزنامه نگاران هم در مجلس متحسن شدند، با عبدالله کرباسچیان مدیر روزنامه نبرد ملت ارگان فدایان اسلام آشنا شدم. اینا نوشته های دکتر پیراست است. پس از خاتمه دوره 16 نیز این ارتباط ادامه یافت. وجه مشترک ما همان مخالفت با دولت مصدق بود. روزی کرباسچیان نزد من آمد و گفت آقا نواب صفوی خیلی میل دارند با شما ملاقات کنند. همانطور که می دانید ایشان تحت تعقیب دولت است و در خفا زندگی می کند و نمی تواند منزل شما بیاید. از من خواسته است از شما خواهش کنم با هم به ملاقات او برویم. می نویسد که از روی کنجکاوی قبول کردم و با اتومبیلم عازم نواب شدیم، عازم منزل نواب شدیم. در بین راه کرباسچیان گفت ما معمولاً چشمهای کسانی را که به دیدن آقا می روند می بندیم که آدرس محل اقامت ایشان را یاد نگیرند. با این همه چون به شما اطمینان داریم این کار را نکردیم. گفتم اگر شما کوچکترین اشاره به این موضوع می کردید از هر جا که بود بر می گشتم و از این ملاقات صرف نظر می کردم. بالاخره
به منزل نواب در خیابان گرگان نزدیک جاده قدیم شمران رسیدیم که در زمان رضاشاه به نام کوروش کبیر خوانده میشد و در دوره آخوندها شریعتی نام گرفت. پس از ورود چند پله پایین رفتیم تا به کف حیات کوچکی رسیدیم که حوضی وسط آن بود. دو سه نفر که پس از وضو گرفتن عمامه به سرشان گذاشتند در اتاق جمع شدند که آقا در محل دیگری گرفتار است و با کمی تأخیر میرسد. برای من مسلم بود که محض احتیاط و اینکه مبادا پلیس اتومبیل را تعقیب کرده باشد این صحنه را ترتیب دادند. یکی از این بچه سیدها که معاون آقا بود و واحدی نام داشت شروع کرد به هذیان گفتن که آنها قادرند وضع جهان را تغییر دهند و هر وقت اراده کنند می توانند استالین را در روسیه و چرچیل را در انگلستان و بقیه سران دنیا را در مملکت خودشان به قتل برسانند، یعنی فدای اسلام. و بالاخره گفت ما حاضریم علا وزیر دربار را ترور کنیم، در این صورت بهانه‌ای به دست شاه می افتد که بگوید حتی وزیر دربار من هم امنیت ندارد و به این مناسبت کودتا کند و هر کس را که بخواهد نخست وزیر کند. سهم ما فدایان اسلام هم این باشد که اداره تبلیغات را تبدیل به وزارتخانه و اداره کل اوقاف را ضمیمه آن کنند و این وزارتخانه را به ما بسپارند. پیراسته میگوید که می نویسد که من دیدم واقعا در بین دیوانگان حضور یافتم. گفتم در این مورد فکر می کنم و بعد به شما جواب می دهم. این دیوانگان فکر نمی کردند به فرض که علا وزیر دربار را به قتل برسانند و شاه بیشتر مرعوب و تسلیم شود، آنها از لحاظ دیانت چگونه راضی می شوند که حسین علا را بیگناه صرفاً برای ایجاد بهانه و تغییر دولت بکشند. بعد از آن وزارت تبلیغات و اوقافی که این دیوانگان قاتل اداره‌اش می‌کنند چه سرنوشتی خواهد یافت و مردم با این گونه وزرا به چه سرنوشتی دچار خواهند شد؟ دیگر تأمل را جایز ندانسته گفتم منتظر آقا نمی‌شوم، ملاقات را می‌گذاریم برای دفعه دیگر، و از خانه این دیوانگان قاتل خارج شدم و نفسی به راحتی کشیدم. چند روز بعد کرباسیان تلفن کرد و نظر نهایی مرا خواست. گفتم استخاره کردم، دخالت من در این کار بد آمد. بدین ترتیب از مخمصه نجات یافتم. یادآور می شوم که پس از رویداد 28 مرداد نواب صفوی و تنی چند از یارانش که در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم به اعدام شدند. این حکم در بامداد روز 27 دیماه 1334 به مرحله اجرا درآمد و نواب صفوی به اتفاق خلیل طهماسبی، مظفر ذوالقرن و سید محمد واحدی در لشکر دوی زرهی تیرباران شد. سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. تعدادی از دوستان ضمن پیام‌های خودشون از من خواستن و پیشنهاد کردند که در برنامه‌های خودم به بحث‌های مربوط به شعر و ادبیات هم بپردازم. با سپاس از توجه و در پاسخ به درخواست اونها برون شدم تا درباره شعر مشروطیت سخن بگم. اونهایی که با تاریخ عصر مشروطه آشنایی دارند و میدونن که نقش شاعران و اصولا نقش شعر در این دوران پرتلاطم و سرنوشت‌ساز به عنوان یک رسانه مهم و تأثیرگذار فرهنگی و فکری آگاهی بخش چقدر اهمیت داشته است، نام بزرگانی چون دهخدا، ایرج میرزا، لاهوتی، عارف، عشقی، فرخی، نسیم شمال و ملک الشعرا بهار نشانگر اهمیت و نقش شعر در این نهضت بزرگ فکری و سیاسی و
اجتماعی ایرانیان است. از این رو طی گفتارهای آتی خود خواهم کوشید تا جنبه‌های گوناگون ادب و شعر مشروطیت رو با شما هموطنان عزیز در میان بگذارم و امیدوارم که این سخن به خصوص برای شاعران جوان و علاقمندان به شعر فارسی مفید واقع بشه. پیش از آغاز سخن بگم که این سخنان بر مبنای مطالبی تدوین شدن که حدود 10-15 سال پیش من به صورت چندین مقاله پشت سر هم منتشر کردم. پیش از آن که افکار تجددخواهانه و آزادی طلب بر علیه استبداد قاجاری و جامعه قرون وسطای ایران در شعر فارسی تبلور یابد، زمینه‌های فکری اندیشه های جدید که متأثر از انقلاب صنعتی و تحولات جامعه اروپا و به خصوص کوشش های فکری عصر روشنگری و انقلاب کبیر فرانسه بود، ابتدا به وسیله نویسندگان و متفکران و روشنفکرانی همچون میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا ملکم خان، جلال الدین میرزا قاجار، میرزا یوسف مستشار الدوله، میرزا جعفر قراچه‌داغی، طالبوف تبریزی، زین العابدین مراغعی، میرزا آقا خان کرمانی، میرزا آقا تبریزی و دیگران که افکار خودشون رو در رسالات و مقالات متعدد و به شکلهای گوناگون عرضه می کردن به وجود آمد. در این میان کسانی همچون میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا آقا خان کرمانی و زین العابدین مراغعی در سیاحت نامه ابراهیم بیک خود به نقد ادبیات گذشته پرداختند و برای نخستین بار بر ضرورت رئالیسم و واقع‌گرایی اجتماعی در ادبیات و دید و نگاه انتقادی از اوضاع نابسامان جامعه و به طور خلاصه به نقش روشنگر و آگاهی دهنده شعر به عنوان یک رسانه بسیار مهم فرهنگی و هنری تأکید ورزیدند. خود میرزا فتحعلی آخونزاده با نوشتن نمایشنامه ها و میرزا خان کرمانی با سرودن شعرهای اجتماعی و سیاسی نمونه هایی از ژانرهای ادبی مثل نمایشنامه و انواع شعر که از نظر مضمون در ایران سابقه نداشت نمونه هایی به دست دادن. این نویسندگان و روشنفکران که در واقع پیام آوران و بشارت دهندگان دنیای جدید و منادیان و افول استبداد و خودرأی دنیای کهن بودند، با طرح چشماندازهای جدید اندیشگی و بر بنیاد آرمان شهر متکی بر قانون و آزادی و حاکمیت ملی، در واقع آبشخور فکری و فرهنگی و زیباشناسی و سرچشمه ایدئالهای شعر مشروطه را در ایران فراهم کردند. بر این زمینه بود که شعر مشروطه و کمابیش شاعران این دوران بر سه عنصر قانون و آزادی و حاکمیت ملی تأکید می‌ورزیدند و ستایشگر آن بودند. زبان شعر دوران مشروطیت تکیه بر زبان و طرز و شیوه مکتبی دارد که در اواخر دوران زندیه و اوایل دوران قاجار در برابر مکتب یا سبک هندی در شعر فارسی پدیدار شد و به مکتب بازگشت مشهور است. مقصود از مکتب بازگشت همانا بازگشتن به زبان و سبک و روش شاعران سده چهارم و پنجم و ششم هجری بود. برای توضیح این مطلب یک اشاره کوتاه کلی به چهار سبک مشهور شعر فارسی، یعنی سبک‌های خراسانی، عراقی، هندی و سرانجام سبک بازگشت ضروری است. می‌دانیم که شعر فارسی در خراسان بزرگ و ماورالنهر یا میان رودان، یعنی ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان فعلی، در دربار طاهریان و سامانیان و نیز در دربار یعقوب لیث صفاری در سیستان آغاز به رشد کرد و ریشه دوانید. یعنی از آغاز نخستین جنبش‌های استقلال طلبانه سلسله‌های ایرانی بر ضد حاکمیت خلفای عرب. این سخن سیستانی بزرگ یعنی یعقوب لیث صفاری مشهور است. هنگامی که به شاعران ایرانی عربی سرای خود گفت: به زبانی که من اندر نیابم چرا باید گفتن؟
نظامی عروضی در 4 مقاله خود میگوید پس از این جمله بود که شاعران به سرودن قصاید فارسی پرداختند و این سنت با پیدایش شاعران بزرگی همچون شهید بلخی و رودکی سمرقندی تداوم یافت تا به دوران پادشاه ترک زاده و ترک نژاد غزنوی یعنی به سلطان محمود رسید و دربار او را به محل تجمع بزرگترین قصیده سرایان کل تاریخ ایران تبدیل کرد و همین سنت بود که به این شاه قاضی یعنی جنگاور مذهبی شاه قاضی ترک نژاد که به قول بیهقی از بحر عباسیان را انگشت به در کرده بود و قرمطی می جست و می کشت خود را شمشیرزن و دینگستر خلفای عرب عباسی می نامید و لقب یمین الدوله از خلیفه بغداد می گرفت افتخار هم عصری با بزرگ مرد طوس یعنی حکیم ابوالقاسم فردوسی را عنایت کرد. این دوران تا آنجا که استاد طوس شاهنامه یعنی این سند هویت ایرانی و این نجات بخش فرهنگ ایران و زبان فارسی را برای این که از گزند زمانه قدار در امان بماند از سر ناگزیری و بنا به تمهید برخی یاران خود به او تقدیم داشت اگرچه شاه قاضی شایسته چنین موهبتی نبود. به هر حال مجموعه ویژگی‌های زبانی یعنی وجود واژگان کهن و شرقی زبان فارسی فارسی دری و نیز ساختمان نحوی زبان و وجود نکات گرامری یا دستور زبانی کهنی که در شعر شاعران قرن سوم هجری یعنی در شعر شاعران برخواسته از خراسان بزرگ و سیستان منعکس است سبکی را در شعر فارسی ایجاد کرده که به سبک خراسانی مشهور شده است. این مکتب شعری همراه با جابجایی‌های سیاسی و فرهنگی و با برآمدن و تسلط سلسله‌های گوناگون ترک و انتقال قدرت به نواحی مرکزی و شمالی و رواج زبان فارسی در این مناطق سرمنشأ سبک جدیدی شد به نام سبک عراقی. اساس سبک عراقی همان سبک خراسانی است با این تفاوت که در آن واژه‌های عربی فراوان‌تر شده و نیز به دلیل جابجایی مراکز قدرت و گسترش علوم و حوزه‌های آموزش علمی و فرهنگی شهرهای مختلف ایران واژه‌های علمی و حکمی و فلسفی و دینی و نجومی و پزشکی در آثار شاعران وارد شده و رنگ و زنگ یا جلوه خود را به شعر شاعران سبک عراقی بخشیده است. برای معرفی نمونه‌های برجسته شاعران این سبک میباید از انوری و سعدی و حافظ و مولوی نام برد و نیز نام خاقانی شروانی و قطران تبریزی و نظامی گنجوی را بر آنان افزود. البته خاقانی و نظامی را شاعران سبک ترکستانی هم گفتند که بیانگر شعبه است از سبک عراقی که ریشه و پیوند عمیق خود را خاصه در شعر خاقانی با سبک خراسانی حفظ کرده است. اما از دوران صفویه به بعد یعنی از اوائل قرن دهم تا اواسط قرن دوازدهم سبک تازه‌ای در شعر فارسی پیدا شد به نام سبک هندی. این سبک هندی نتیجه اتفاقات و دگرگونی‌های سیاسی و ایدئولوژیک مذهبی بود که در روزگار صفویان در ایران به وقوع پیوست و پرداختن آن در اینجا میسر نیست. تنها می‌شود به شعر گریزی دربار نورسیدگان متکی به شمشیر قزلباش اشاره کرد که بیش و پیش از هر چیز دغدغه رواج و گسترش خونین مذهب تشیع را در سر داشتند و جز به جاهلان حدیث و متشرعان شیعی و مرثی خانان و روز سرایان اعتنایی نمی کردند و همین سیاست دینی، فرهنگی و ایدئولوژیک که با خشونت و بربریت تام بر مردم سراسر ایران اعمال می شد بسیاری از اهل فرهنگ و هنر و شعر را در ایران به سوی هند گریزاند. در میان اهل فرهنگ و شعر و هنر و ذوق که از زور و استبداد صفویه گریختند و بیم و وحشت شمشیر قزلباش‌های شیعه گستر که بی‌شباهتی هم به داعش امروزی نبودند
آنها را از ایران به هند فراری داده بود، شاعرانی پیدا شدند که بعدها شیوه و زبان شاعری آنان به سبک یا مکتب هندی نامبردار شد. باری اکثر شاعران فارسی زبان هند و آسیای مرکزی و آسیای صغیر، یعنی ارمنستان و ترکیه کنونی، پیرو این مکتب بودند. ویژگی بسیار مهم این مکتب سادگی زبان و نزدیکی زبان شعر به زبان عامه مردم بود و علت آن هم دور شدن شعر بود از حوزه های ادبی و محافل اشرافی درباری. این مکتب با شاعرانی مثل اهلی شیرازی، متوفا در 942 هجری 1535 میلادی، وحشی بافقی متوفا در 1583 میلادی یعنی 991 هجری شروع شد. این شیوه شعری اگرچه نخست هدفش گریز از تقلید و تکرار مضامین کهن بود و در جستجوی مضامین و درون مایه‌های تازه بود، بعدها به علت مضمون بافی ها و تأکید بر پیچیدگی های لفظی و کنایی و تصویری و به کار بردن تشبیهات پر ابهام و بیمورد و تعقیدات نابجا و نیز مبالغه در مضمون یابی، مضمون های دور از ذهن، تقریبا به سقوط شعر فارسی کمک کرد. و اگر نبود وجود ابیات بسیار زیبا و پراکنده از برخی شاعران به ویژه صاحب تبریزی و بیدل دهلوی، چیز زیادی از شعر فارسی در این دوران چند قرنی باقی نمی‌ماند. بهار، ملک الشعرای بهار، در منظومه‌ای که ضمن آن به نقد ادبی و معرفی سبک‌های شعر فارسی می‌پردازد، درباره سبک هندی میگوید: سبک هندی گرچه سبکی تازه بود، لیک او را ضعف بی اندازه بود، سست و بی شیرازه بود، فکرها سست و تخیلها عجیب، شعر پرمضمون ولی نادلفریب، و از فصاحت بی نصیب. شعر هندی سر به میلیون میکشید، هر سخنور بار مضمون میکشید، رنج افزون می کشید، زین سبب شد سبک هندی مبتذل. بر این مبنا بود که شاعران دوران زندیه و اوائل دوران قاجاریه به فکر بازگشت ادبی و رجوع به سرچشمه زلال شعر و زبان روشن و رسای فارسی افتادند و بازگشت به سبکای خراسانی و نیز سبکای عراقی را که یادآور دوران‌های طلایی شعر فارسی بود، سرلوحه کوشش‌ها و زبان‌ورزی‌های شاعرانه و زیبایی شناسانه ادبی خود قرار دادند. پس شعر دوره بازگشت همانا بازگشت به شعر دوران گذشته و رجوع به دو سبک پیشین عراقی و خراسانی بود. من این موضوع را در ابیات زیر بیان کردم که با خوندن این ابیات برنامه امروز رو ختم میکنم و باقی داستان رو برای برنامه آتی خواهم گذاشت. در این شعر این مضمون رو من گفتم: شعر دری چون ملول گشت و تناسان، آمد از هند زی عراق و خراسان، روی سرایش ز سبک هندی برتافت، روح خراسانی و عراقی دریافت، ذوق و هنر را به روشنی و رسایی کرد بدین بازگشت راه گشایی، ذهن و زبان را ز نهر گم شده ای خورد، جانب رود بزرگ شعر دری برد، گرچه به مضمون و نکته از پی تقلید، رخ ننمود آستان شعر اساتید، لیک زبان زنده گشت و ناطقه آزاد، شاعر آینده را مجال سخن داد. شاد و پیروز و سرفراز باشید.